سوال میپرسیدن من 22 سالمه و تا حالا رابطه جنسی با کسی نداشتم. در حال حاضر نزدیک 5-6 ماه همیشه با کسی آشنا نشدم و کلا برام اتفاق نیفتاده. با این حال با اینکه خودم خیلی روشن فکرم، اطلاعاتم در این موضوع خیلی روشن و کافیه، ولی ترس از این عمل دارم که فکر میکنم خیلی وحشتناکه، یعنی سکس و یا دردناکه یا درد سرسازه. حالا باید هی بری دکتر چکاپ کنی یا اگر باردار بشی چه اتفاق میفته و دائما فکرهای منفی به سراغم میاد، با خودم حرف میزنم اما چیزی درست نمیشه. و اینکه من الان رابطه جنسی نداشته باشم، اگه بخوام یه روزی ازدواج کنم برام دوچاره درد سر میشه، و یا اینکه من باید حتما تجربه به دست بیارم تا قبل از ازدواج کردنم یا هر چه پیش آید خوش آید. شد نشد اشکال نداره، بین اینا گیر کردم. و اینکه من این همه مدت باکره و پاکیزه بودم بر حسب بی امنیتی هست که در ایرانه، چون پسرا همون شب اول میخوان باهات باشن و فقط هم برای یک شب و سخته که به کسی اعتماد کرد و با کسی دوست شد. اولا که دوستی ازدواج نیست، بنابراین شما در دوستی میتونید با آدما نبگید یا بله بگید، اون انتخاب خودتونه. سکس نه معیار خوبی شماست نه معیار پاکیزگی شماست. این نیستش که کسانی که سکس داشتن کثیفن، اونایی که سکس نداشتن تمیزن، اونایی که سکس داشتن بدن، اونایی که سکس نداشتن خوبن. اینا همش شخصیه و واقعی نیست، یعنی که معیارهاییست که آدمها درستشون کردن و نه اینکه واقعیت تعیین کرده باشه. شما تصمیم گرفتید که سکس نداشته باشید و توصیه من بهتون این هستش که یا بر پایه ارزش‌های خودتون که من یکی از ارزش‌هام این هست که تا قبل از اینکه وارد رابطه زناشویی بشم با کسی سکس نخواهم داشت، یا پای این ارزشتون بایستین به هر قیمتی، یعنی حتی قیمتش اگر این باشه که عده‌ای به خاطر این ارزش شما با شما نمیمونن و یا میخوان شما رو تأخیر کنن یا میخوان رابطه جنسی رو بهتون تحمیل کنن یا هر اون چیز دیگه ای. خب یا اینکه سکس داشته باشید و این ریسک رو بکنید که عده دیگه‌ای شما رو پس میزنن و قبول نمیکنن و کاندیدایی برای اونها نیستید، ولی به خاطر اینکه اونا چی میگن و جامعه چی میگه و مذهب چی میگه و مادر پدرتون چی میگن و یا مد روز چی هست، این تصمیم رو نگیرید. بر پایه انتخاب و مسئولیت شخصی خودتون به دنبال این تصمیم برید که من یا به خاطر ارزش‌های خودم که بخوام تجربه به دست بیارم و آگاه باشم و بدونم بدن من چی رو میطلبه و چی رو نمیطلبه، چه نوع سکس رو دوست دارم چه نوع سکس رو دوست ندارم، رابطه زمانی که سکس وارد اون میشه چه شکلی میشه، قبل از اینکه سکس باشه چه شکلی میشه، من قبل از اینکه با یک کسی سکس داشته باشم شخصیتم به چگونه هست، بعد از اینکه باهاش سکس دارم چگونه هستم، همه اینها باعث شناخت شما میشه و فهم و شعور شما میشه، تجربه شما میشه. اگه میخواد که این تجربه رو داشته باشید، خب برید و سکس داشته باشید و این تجربه رو داشته باشید. اگر که نمیخواد که این تجربه رو داشته باشید و از عواقب اون میترسید و حاضر نیستین این عواقب رو پرداخت بکنید، توصیه من به شما هست که سکس نداشته باشید و ریسک این رو بکنید که شاید عده معدودی از مردان به این قضیه خوششون میاد یا کشیده میشن و یا از یک کاندیدایی که سکس نداشته بیشتر خوششون میاد، ولی این نمیتونین هی تا یه نفر میاد میگه من تو رو میگیرم اگه با من سکس داشته باشی بگیم وای برم نرم، تا یکی میاد میگه من فقط با زنی عروسی میکنم که تا حالا سکس نداشته باشه بگین آه خدا شکر سکس نداشتم تا حالا. میدونین باید خودتون انتخاب بکنین، تعهد بکنین، پاش بیستین، نه اینکه هر دفعه به یک سوی کشیده بشین بنا به اینی که کدوم بر منفعت بیشتری قراره بکنین. خودتون تصمیمش رو باید بگیرین و پاش بیستین.